ادامه گلبانگ است. وقتتان خوش و روزتان بخیر. خب حالا فرصتی است که در رابطه با کمپ مادر صحبت بکنیم. شاید کمتر کسایی باشه که در رابطه با این کمپ ندانند و نفهمند که اینجا چه کارهای صورت میگیره. بله، بانو لیلا حیدری مؤسس کمپ مادر با ما است. جناب محمد نسیم علیزاده و مشتاق بیاد، دو نفری که در این کمپ بودن و بالاخره ترک اعتیاد کردن، که من خیلی خوشحال هستم که امروز اونها رو در کنار خود دارم و از نزدیک صحبت میکنم امروزشون. بانو حیدری صبحتان بخیر و خوش آمدید. سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین و انشالله که آخر هفته خوبی هم داشته باشین. سلامت زنده باشین. مشتاق جان شما هم خوش آمدین. من صبح بخیر میگم خدمت شما و همکارایتان و بینندگان عزیز که همینک ما را میبینن از صفحه تلویزیون. سلامت زنده باشین. جناب علیزاده صبح شما هم بخیر و شما خیلی خوش آمدین. من جاده سپاسگزاری کنم از برنامه شما و صبح بخیرین میگم به شما و همکارانتان و بیننده های عزیز. سلامت زنده باشین. ما میتونیم در آغاز زیره بگویم که کسانی که معتاد هستن پاره تن ما هستن و باید با اونا کمک شد و خب اونا را بالاخره به مسیر درست برد. خب کاری که بانو لیلا حیدری کرده چند سال میشه و دقیقا موفق هم هستن. بانو حیدری، خب هدفتون از ایجاد کمپ مادر چی بوده و چند سال میشه فعالیت میکنه کمپ مادر؟ من بیش از 5 سال 4 سال میشه که آشنایی دارم کی کمپ هست. درسته، کمپ مادر حدود 4 سال میشه که فعالیت میکنه و در طی از 4 سال بیش از 2000 نفر را ما در کمپ مادر بستر کردیم و کار مو خیلی خوب نتیجه داده و خوشحال هستم که این کمپ را اصلا تاسیس کردم و در این مسیر افتادم، چون من برادر کلان خود از من معتاد بود و من میتونستم که احساس یک خانواده که یک عضوشان معتاد هست درک بکنم و بعد بیرون هم وضعیت معتادین را من میدیدم و برای من خیلی رنجاور بود. یک کار کوچیکی را شروع کردیم همراه با دوستا و شکر خدا حالا خیلی خوب نتیجه داده. بسیار عالی است. خب پس یک انگیزه یا یک علت وجود داشته که بانو حیدری آمده بالاخره کمپ را ایجاد کرده، شاید در آغاز از یکی دو نفر شروع کرده باشه. من اتفاقا امی کار را شروع کردم، خود من هدف من این بود که با یک 4-5 نفر کار را شروع کنم. بله. ولی وقتی رفتم زیر پل سوخته حدود 28 نفر همزمان آمدن و اونا علاقمند بودن که ترک کنن. کار در اول خیلی سخت بود چون خودم در کمپ کار میکردم، اما بعد از اینکه یک مدتی بچه ها همی دردهای فیزیکیشان برطرف شد و تانستن سری پاشون اونا خودشان به ما کمک کردن و طی همزی 4 سال ما بهترین یاران ما و بهترین کسایی که در کنار از ما بودن خود بچه های معتاد بودن. یعنی خدمتی که اینا به خودشان کردن و به جامعه معتادین کردن هرگز برای از ما فراموش شدنی نیست و ما میتونیم که از خود بچه ها کمک بگیریم و نیاز نیست که حتما آدم های متخصص باشه. ما برای بهبود این میزی جامعه ما میتونیم از خود بچه ها کمک بگیریم. بسیار عالی است. خب کاری است دشوار و سخت. من مطمئن هستم که ترک اعتیاد یا ای که تو باعث شوی که یک تعداد که معتاد با مواد مخدر هستن بیان ترک بکنن کار ساده ای نیست. من مطمئن هستم. خب در کنارش هزینه بردار هم هست. نیاز به هزینه هم هست. خب شما چگونه امو نیازهای مادیش فراهم کردیم؟ خب در اوایل که ما کار را شروع کردیم آقای اکرم گیزابی ما را حمایت کرد از لحاظ مالی، اما بعد از یک مدت خب این توانایی یک فرد نیست که یک کمپ را حمایت بکنه با هزینه های زیادی که کمپ داره. خب ما را دست به کار شدیم با بچه های کمپ مادر، من خود من مشوره کردم که چی کار میشه کرد که ما مستقل شویم و سر پای خود بیستیم. تصمیم گرفتیم که یک رستوران را ایجاد بکنیم. یک رستوران بسیار خرد را ما ایجاد کردیم به نام تاج بیگم که درآمد از اون رستوران صرف کمپ مادر شد و حالا حدود 3.5 سال میشه که رستوران تاج بیگم کار میکنه و او یک تجارت عامل منفعه هست. تجارتی نیست که در جیب شخصی کسی بره آید از این رستوران. در واقع کسایی که در اونجا هم کار میکنن یک تعدادشان کسایی هستند که متاسفانه مبتلا به بیماری اعتیاد بودن، اما خوشبختانه اعتیاد خود ترک کردن و حالا خدمتگزار هستند و کمپ مادر را حمایت میکنن. بسیار.
بسیار عالی است. خب ما میایم سر مشابه بیات که کسی بوده که در کمپ مادر اشتراک کرده، بالاخره حالا خوشبختانه خوشحال هستیم که ترک کردند و خواستن توانستن هست. دقیقا نمیگم پس مشتبه کجا معتاد شدی و چگونه برات این حس رخ داد که بیاید کمپ مادر و ترک بکنی اعتیاد را؟ من تولدم در ایران بوده، به علت جنگ های داخلی مهاجر شدیم. با زمینه کاریم طوری بوده که زیاد با مردمی که آلودم و مواد مخدر بوده تماس داشتم. بله. شروعش از ایران بوده و در افغانستان ادامه پیدا کرد. بله. یعنی من سال اول که وارد افغانستان شدم آلودگی در مواد مخدر نداشتم. بله. ولی چون من پیش زمینش قبلا داشتم دوباره بیماری من فعال شد. بله. در افغانستان ادامه دادم. آها. خب باز چطوری از رخ داد که بالاخره بیماری باید ترک بکنی و بیای به کمپ مادر؟ البته ما در دوره مصرفم تقریبا ما نزدیک 3 سال مصرف کردم، 2 دفعه ترک کردم. البته در دیگه شفاخانه ها حالی نام نمیبریم ازشان. بله. ما ترک کردم ولی کمپ مادر جایی بود که برای تجربه که من خودم کردم دهش یه جور لیاقت کار داره دهش بستر شدن. دقیقا. یعنی چرا که کاری که دهش صورت میگیره انجام میشه خیلی صداقت زیاد دهش هست. بله. و بستر شدن دهش واقعا لیاقت کار داره. بله. دیگه اون لیاقتی بود که نمیدانم حالا من شاید یه کار خوبی در عمرم کرده بودم که خدا وسیله کرد من تانستم که در کمپ مادر بستر شدم. بسیار عالی است. ما خیلی خوشحال هستیم بالاخره حالا خودت از این بیماری نجات پیدا کردی و تشکر. من مطمئن هستم تمام بیننده هایی که میبینن خوشحال هستن. خب اینجا جناب محمد نسیم علیزاده هم هست و ما میخوایم حسشان بگویند در رابطه به اینکه بالاخره از این بیماری نجات پیدا کردن و حال جز من شما هستن و زندگی عادیشان رو پیش میبرن. بسم الله الرحمن الرحیم. بیماری من والا در ایران آغشته شده بودم و اول بیماری من مثلا شوختویان شده بود. بله. یواش یواش هشش و الکل اینا. بعد همیجا به مرور زمان ادامه دادم. خیلی دوست داشتم پاک زندگی کنم و مثل یک انسان زندگی کنم. بعد مثلا گمراه شده بودم، راهم اشتباه بود. بارها و بارها دیگه شفاخانه و دیگه مثلا مرکزهای سمزدگی درمانی رفته بودیم. ولی متاسفانه ترک میکردیم باز دوباره مجددا بعد از 1 ماه یا 6 ماه دیگه شروع میکردیم. بله. یعنی تا اینکه مثلا لیاقت چون چیزی که دوست عزیز من گفتن که مثلا لیاقت میخوای یک لیاقتی برای ما هماهنگیش ما رفتیم کمپ مادر. بسیار. همونجا بستر شدیم. کمپ مادر یک تو جایی هست مثل یک کمپ فقیرانه است. بله. ولی با همون فقیریش جایی هست که مثلا احساسات زنده میشه، عشق زنده میشه، محبت زنده میشه، عاطفه زنده میشه، به هر صورتی که موادش تو میخوای بذاری کنار. بله. ولی بس... چیزایی هست که مثلا دست داده بودی دوباره میخوای به دست بیاری. بسیار عالی است. ما میخوایم در آخر چون فرصت خیلی کم هست پیامت برای دوستای دیگه که با این بیماری مواجه هستن چی هست؟ شما خواستین توانستین بالاخره چقدر وقت میشه ترک کردین؟ الان نزدیک 2 سال میشه. 2 سال میشه که ترک کردین و بالاخره این بیماری برکنار شده. پیامتون چی است برای ده عزیزی که بالاخره بیماری سر دچار هستن؟ اگر اونا نمیشن خانواده هایشون میشن و بالاخره آیا میتونن ترک بکنن یا خیر؟ پیام من یه هست، اگر احساسات باشه میشه ترک بکنن. بله. یک مثال بزنم، اگر واقعا صداقت نداشته باشه، احساسات نداشته باشه، بره در نماز که استاد باشه نمازش بله. نماز نمیشه و ترک میشه. دخن. خب گرچه بانو ایدری فرصت خیلی کم است اما ما میخواییم این پرسش رو از شما داشته باشم. شما تونستین که با امکانات بسیار کم کمپ را ایجاد بکنین و معتادین بسیار زیاد را بالاخره از بیماری نجات بدین. دولتی که با این همه امکانات و این همه پول که به خاطر ترک اعتیاد به مصرف میرسه نمیتونی کار را انجام بده؟ خب مطمئنا میتونه که دولت همه کار را انجام بده خیلی بهتر از ما چون امکاناتش بیشتر هست، اما واقعا به قول بچه های ما که یک صداقت نیاز هست.
یعنی یک اراده نیاز هست و تصمیم. حالا این اراده در کسانی که با این بیماری آغشته هستن باید باشه یا کسانی که این کار را میخوان انجام بدن؟ این باید اول از طریق دولت باشه، یعنی دولت خودش یک اراده داشته باشه برای اینکه مردم تداوی شوه و ساماندهی شوه در وضعیت معتادین و حتی کشور، چون خود بیماری اعتیاد روی کشور ما، روی جامعه از ما یک نتیجه بسیار منفی گذاشته. اگر دولت بخواه، خب تعداد که کسایی که میخواین اعتیاد رو ترک کنن خیلی زیاد هست، خیلی راحت میشه که یادم تداوی شون و بعد پیشگیری شون. ما همینطور که تداوی رو داریم باید پیشگیری هم داشته باشیم که افراد دیگه مبتلا نشون به مواد مخدر. و اگر واقعا دولت تصمیم و اراده رو داشته باشه، ما به عنوان یک فرد از جامعه حاضر هستم که کار بکنم و تا به حالم کار کردم. بسیار. و امیدوارم که یک برنامه جدی دولت روی دست داشته باشه برای مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با بیماری اعتیاد. که دولت جدیدی که تأسیس شده و ما امیدوار هستم که واقعا عزم جدی داشته باشن برای اینکه این مردم را کمک بکنن. یک جان تشکر، همیشه شما سبز باشین و در کارهایتون موفق و ما به نمایندگی از تمام مردم افغانستان سپاسگزاری میکنم از شما که بالاخره این حس را داشتین و این کار نیک را قدم گذاشتین. خواهش. و در همین جا میخوایم از بیننده های عزیز ما این گونه تقاضا بکنم، خواهش بکنم من کوچک که با کسانی که معتاد هستن، بیمار هستن اونا و برخورد خوب و شایسته داشته باشیم ما و شما. پس از رفت آمد کوتاه دوباره برمیگردیم.